سلام دوستان عزیز، یک برنامه دیگه از سری برنامه های روز ششم رو با هم دیگه داریم. من شهریار هستم و کنار همسرم مینا امروز در خدمت شما هست. سلام عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت هستین و میتونیم باز به این دو روز با هم دیگه ادامه بدیم. بله دوستان، ما در برنامه های گذشته در مورد عشق، در مورد نیازهای انسان صحبت کردیم و دیدیم که هر آدمی چه نیازهایی داره و به طور خاص بررسی کردیم نیازهای اصلی رو در مورد اینکه ما احتیاج داریم مورد محبت قرار بگیریم و محبت بکنیم، احتیاج داریم به آزادی، احتیاج داریم به اینکه در حضور خدا آرامی بگیریم و قسمت‌های دیگه. امروز می‌خوایم با هم دیگه در مورد این صحبت کنیم که زبان ما چقدر مورد اهمیته. کلام خدا آیه زیبایی داره، سلیمان حکیم میگه موت و حیات در قدرت زبان است. ولی قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، از برنامه گذشته قسمتی مونده، از قسمتی از شخصیت‌ها که اونها رو بعداً در خدمتتون خواهم بود که اونها رو با هم دیگه صحبت کنیم. بله، همونطور که شهریار جان گفت راجع به شخصیت می‌خوایم صحبت کنیم. تشخیص شخصیت در برنامه قبلی با هم صحبت کردیم که لازم هست نیازهای همدیگر رو کشف کنیم، لازم هست انگیزه های همدیگر رو کشف کنیم برای اینکه به همدیگه کمک بکنیم تا مشکلات کمتر و کمتر بشه. با شناخت بیشتر همدیگه، با درک و محبت بیشتر میتونیم از خیلی ناراحتی هایی که در خانواده ها، در ازدواج ها پیش میاد جلوگیری بکنیم. و شخصیت یک وجه دیگر خیشتن درونی پنهان ماست و میبایستی که تاثیر زیادی هم روی رفتار ما، روی زندگی ما داره و میبایستی این رو هم تشخیص بدیم. در این برنامه 4 تا شخصیت رو براتون توضیح میدیم یک به یک، شهریار جان، من، که بتونیم این قسمت هم کمک کنه. وقتی که تشخیص بدیم شخصیت همدیگر رو، میتونیم باز به همدیگه کمک کنیم برای بهبود زندگی در ما. کنار نیازها ما باید شخصیت همدیگر هم در نظر بگیریم. نیازها خیلی متداولتره، تقریبا میتونیم بگیم همه مردم این نیازها رو دارن. بعضیا کمی بیشتر، بعضیا کمی کمتر، ولی این شخصیت‌ها واقعا متفاوتن از هم دیگه. البته نمیتونیم هم بگیم هر کس این شخصیت خاصو داره. مردم معمولا درصدی از این شخصیت‌ها رو دارن. اولین شخصیت خیلی کوتاه رد میشیم، شخصیتی که صلح‌جوه، اصلا دنبال دعوا نیست، دائما در آرامشه، در کنارش احساس راحتی میکنه. این آدم اصلا انگار هیچ غمی تو این دنیا نداره. هر موقع یه بحث چیزی پیش میاد ساکته، وارد دعوا نمیشه، واسه خودش راهشو گرفته. منشأ بدی نیست، آدمی نیست که شرارت ایجاد بکنه، بره غیبت بکنه، بره مثلا دو به هم زنی دنبال دردسر نمیگرده. دنبال دردسر نمیگرده، دردسرم هست میپوشونه. اینجور آدم ها خیلی آدم های عاطفی هستند، خیلی آدم های دوست داشتنی هستند، خیلی ملایمند، آدم در کنارشون احساس راحتی میکنه. ولی یه نکته منفی هم دارن، چون دوست ندارن وارد بگو مگو و وارد بحث بشن، مشکلات خانوادگی رو حل نشده باقی میگذارن و ازش فرار میکنن. برای اینکه بحث پیش نیاد، برای اینکه کسی ناراحت نشه، برای اینکه صحبت بالا نگیره، برای اینکه مبادا دعوا بشه، هیچی نمیگن و مشکلات پشت هم انباشته میشه. حق با توی این کارو بکن، اون کارو دوست داری بکن و هیچ کس چیزی یاد نمیگیره. نه کسی چیزی یاد میگیره و نه مشکل حل میشه، فقط مشکل پوشونده میشه و متاسفانه یه روز دیگه دوباره سر در میاره. شخص دوم شخص کنترل کننده است که در مورد آزادی که با هم صحبت میکردیم تو برنامه قبل، دیدیم که یک شخصی که طالب آزادی هست دوست نداره که شخصی کنترلش بکنه. وقتی یه زن و شوهر یکیشون کنترل کننده باشه، باعث این میشه که طرف مقابل تدافعی عمل کنه و عصبانی بشه و نتونه راحت به زندگیش آزادانه اون خواسته های خودش، چیزایی که خیلی درسته، نه آزادی نادرست، آزادی درسته به اونها ادامه بده. شخص کنترل کننده فعاله، خیلی سریعه، عملگراست، با عزم و اراده است، معمولا مستقل عمل میکنه و خودکفاست، قاطع و متعصبه. چون به راحتی برای خودش تصمیم میگیره، برای همین گاهی وقت برای مردم هم راحت تصمیم پدر میگیره. پدر همه هم در بله، به دنبال فعالیت، ذهنش دائما پر از ایده ها هست،
پر از طرح ها هست و پر از جاه طلبی ها. چنین فردی موضع قاطع میگیره، برای عقیده و آرمانش میجنگه، هر چی دیگران فشار میارن تسلیم نمیشه، تا آخر بحث میکنه و همیشه هم میخواد پیروز بشه و پیروز میشه. حرف آخر رو میزنه، البته فکر میکنه برنده است. اصولا مردم در مقابل چنین شخصی سعی میکنن کوتاه بیان، چون این شخصی هیچ وقت گوش نمیده تا آخر میره. اهل همدردی و دلسوزی نیست، برعکس اون شخص صلح‌جو. فکرشون منظمه ولی کل رو میبینن و جزئیات رو نمیبینن، و وقتی هدفشون تعیین شد، برای رسیدن به هدف هر کی سر راهشون بیاد به راحتی لهش میکنه. و طبیعتاً شما هم عزیزان ممکنه اسامی و تصاویری تو ذهنتون اومده، تو ذهن بندم اومده، و اینجور افراد هستن همه جا، در جامعه، محیط کار، در کلیسا، گاهی وقتا هم شبان ما اینجوره، گاهی وقتا هم دیگران هستن که خاطرات خوب و بدی هر کدوم ما از اونها داریم. شخصیت نوع سوم شخصیتی که دلسوزه. وای آخ، دائما دنبال اینه که یک کاری برای یه نفر بخواد انجام بده، درد مردم رو آنن تشخیص میده، میره قدم بر میداره و تمام هم و غمش رسیدگی به درد مردم. میخواد ببینه که اینا ناراحتشون چیه، انرژی میذاره، میدوه، در این آرامش پیدا میکنه. خیلی حساسه، تا میگی پیشتی گریه میکنه به قول معروف، دائما اشک سرازیره و میره تا بتونه مردم دیگر رو هم مجاب کنه که باید کمک کرد، باید ما بریم به اینها کمک بکنیم. خیلی هم قاطعانه میره جلو و خیلی کمالگراست، میخواد واقعا تا اون جایی که ممکنه خودش، دیگران، همسایه، میرن پول جمع میکنن، بریم به فقرا کمک کنیم، بریم به گرسنه ها غذا بدیم. خدا برکتتون بده، خیلی عالیه. ولی این میونم باز یه ایراد هست. اینجور افراد انقدر روی نیازهای دیگران متمرکزن که نیازهای خودشون رو فراموش میکنن، خودشون و خانوادهشون. من خیلی یار دیدم بعد همسایه عزیز خودمون هست، یعنی همه از طرف تعریف میکنن جز خانوادهش، جز خانواده چون تمام وقت و انرژی رو گذاشته و در واقع جونش رو گذاشته واسه دیگران، ولی خودش کوزه‌گریه که تو کوزه شکسته آب میخوره، خونه خودش خرابه، هزار تا احتیاجات دیگه هست، مشکلات هست، بچه های خودش، همسر خودش، ولی این تمام انرژیشو گذاشته برای دیگه. درست. شخصیت مجلس گرم کن. این شخصیت گرم و سرزنده و پر از هیجانه. هر جا میره هیجان رو میبره. برای تمام زندگی یه مجلس مهمونیه. از مصاحبت با دیگران لذت میبره. تنهایی رو اصلا دوست نداره. و در بین دوستان حالش بهتره. اون زندگی رو هم برای خودش هم برای دیگران گفتن پر هیجان میکنه. کلی داستان و جوک بلده. هیچ وقت کم نمیاره. همیشه یه چیز داره بگه برای مردم جالب باشه و همه با هم بخندن و لذت ببرن. با آب و تاب و هیجان بسیار حرف میزنه. آواز میخونه. و فلسفه‌اش اینه که همه باید شاد باشن. اصلا فرصتی برای شاید تفکر و غم و غم مثبت نه اینا نداره. هرگز حرف کم نمیاره. همیشه برای رفتن به هر مهمونی و مجلس و جشنی آماده است. هر غذای ساده برایش ضیافته. و وجه منفی این شخصیت اینه که غیر قابل اتکا و بی‌انضباط. اونقدر مشغول لذت از زمان حال هست که تعهدات قبلی خودش رو فراموش میکنه. ای داده بیدار، متاسفم، نمیدونم حالا من کدوم یکی از اینا شدم. هر کدوم ما قسمت هایی از اینها رو داریم دوستان. هر کدوم از این شخصیت ها در زندگی زناشویی قوت و ضعف خودش رو داره. یعنی مثلا من میگم من کاملا اینم، نه، یه ذره از صلح‌جو دارم، یه ذره از کنترل کننده دارم، یه ذره در جاهای قوی ترم، در جاهای ضعیف ترم، ولی هیچ کدوم از ما دقیقاً در این چهار الگوی شخصیتی نمی گنجیم. معمولاً به سمت یکی از اونها بیشتر گرایش داریم. به ندرت زن و شوهری شخصیت یکسان دارن. اصولاً ما به طرف کسی جذب میشیم که مثل ما نیست. یعنی در جایی که ما ضعف داریم اون قوت داره و در جایی که ما قوت داریم اون ضعف داره. افراد اینطور به هم جذب میشن و با هم ازدواج میکنن. دو قطب مخالفن که همدیگر رو جذب میکنن. ولی این تفاوت ها بعد از ازدواج باعث ناراحتی میشه که بعد باز در درس های آینده اینها رو توضیح خواهیم داد. پس بعد چی کار بکنیم؟ بله شاید شما بگید. بله، اینها ما با شناخت شخصیت های همدیگه میتونیم در واقع به همدیگه کمک بکنیم. این شخصیت هر کس تعیین کننده ی
طرز ارضا کردن اون نیازهاشه. من. حالا من شاید یه توضیح کوچولو بتونم بدم. مثلا اینکه من نیازم اینه که مورد اهمیت قرار بگیرم که ما صحبت کردیم در برنامه قبلیمون. یکی از نیازها اینه که من باید مهم، من میخوام مهم باشم. حالا برای شخص دلسوز چجوری اینا انجام میده؟ با رسیدگی، با وقت گذروندن، با رفتن، با اومدن، با انرژی گذاشتن، با تلاش کردن. ولی اون شخصی که کنترل کننده است، کسی که میخواد همه چیزو خودش نظم بده، میگه به جای تمام این کارا برو کار بکن که کار باشه، وقت تو بذار واسه یه چیزی که ارزش داشته باشه، اسمت بمونه، اسمت بمونه. این جور آدما مثلا اهمیتشون در اینه که سازمان تشکیل بدن، یه اسمی بذارن، من این کارو کردم، بعد جشنواره ترتیب بدن، نمایشگاه بذارن، خودشونو مطرح بکنن. و اینها کاملا میبینیم با همدیگه در یک تضادی قرار میگیرن. هر کدوم نیازشون رو بر حسب شخصیت خودشون میخوان به دست بیارن. پس حالا بعد چیکار کرد؟ آیا این دوتا میتونن کنار هم زندگی بکنن؟ البته کمبود هر یکی رو اون کوالیتی یا اون کیفیت کس دیگه میتونه پر بکنه. گفتیم که مثلا کسی که خیلی میخواد کنترل بکنه له میکنه میره جلو، اصلا کاری نداره، یه بولدوزره که میکنه میره جلو، اون گلای کوچیک، اون علفای خوشگل قشنگ اینا رو له میکنه، کاری نداره. این میخواد یک ساختمون 15 طبقه بسازه، کاری نداره که اون میون مثلا خونه خرگوش خراب میشه، اون میون لونه بلدرچین میفته زمین از بمیره، اصلا به این چیزا کاری نداره. اینجا کیو میخواد؟ شخص دلسوز رو میخواد، اونی که میره به اینا رسیدگی میکنه. و این دوتا کنار همدیگه به جای اینکه به جون همدیگه بپرن و بگن تو چرا این کار میکنی، تو چرا مثل من زندگی نمیکنی، بیان کمبودهای همدیگه رو جبران بکنن. درست. اون ویرانی ها، اون خرابی هایی که شخص که دومین میکنه، میخواد همه رو کنترل بکنه، زیر کنترل خودش بگیره، این شخص دلسوز میره کمبودهای اون رو جبران میکنه. اینجوری هر دوشون در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی رو خواهند. بله، زندگی مسالمت‌آمیزی رو دارن. ما در قسمت بعدی برنامه‌مون در مورد این زبان می‌خوایم صحبت بکنیم و ببینیم که این زبان رو بعد چجوری به کار ببریم. از آن برنامه ما تموم نشده، تا چند لحظه دیگه باز در خدمتتون هستم و صحبتمون رو در این مورد با هم دیگه ادامه میدیم. تا چند لحظه. با سلام مجدد در خدمت شما هستیم، صحبتمون رو ادامه میدیم و میخوایم در مورد این عالم ناراستی که در دهان ما هست صحبت بکنیم. کلام خدا میگه این عضو کوچیکیه که واقعا میتونه جنگل بزرگی رو آتیش بزنه. خیلی راحت ما میچرخونیمش، ولی شاید زیاد حواسمون نیست که در واقع اونه که میتونه ما رو بچرخونه و میتونه سرنوشت و زندگی و آینده و محبت خانوادگی و همه چیز رو میتونه تحت کنترل خودش قرار بده. درسته. یکی از راه‌های ابراز محبت و ابراز عشق استفاده از واژه‌های دلگرم کننده و تشویق‌آمیزه. سلیمان حکیم اینطور می‌نویسه که موت و حیات در قدرت زبانه که شهریار جان گفتن. یعنی زبان قدرت آفرینش زندگی و مرگ رو داره. خیلی از زوجها هرگز این قدرت عظیم تایید یکدیگر با زبان رو نچشیدن و یاد نگرفتن. واقعا سخته. نمی‌خندیم از این جهت که مثلا ما بلدیم دیگران بلد نیستن. نه. حقیقتا سخته، ولی همه چیز با تمرین ما یاد گرفتیم. کسی از شکم مادر اینا رو بلد نیست. دقیقاً. بایستی همت کرد، تلاش کرد و یاد گرفت. سلیمان هم ادامه میده، یعنی در همون کتاب امثالش میگه که دل نگران انسان رو مایوس میکنه، اما کلام مهربان دلگرمش میکنه. تعریف شفاهی یا قدردانی با کلمات جزء وسیله های یا اون ابزارهای قدرتمند ابراز عشق و محبت هستند. یک روزی
مارک توین گفت با یک تعریف خوب من میتونم دو ماه زندگی کنم. یه تعریف، یعنی در سال 6 تا تعریف براش بسه. البته اگه جدی بگیریم، ولی من مطمئنم که همسرای ما بیشتر از اینا احتیاج دارن. منظور این نیست که چاپلوسی همسرمونو بکنیم، الکی چیزهایی رو بهش بگیم که اصلا بهش نمیاد، ولی میتونیم کاری بکنیم که حقایقی رو در مورد او پیدا بکنیم و با مهر و محبت و تأیید با او سخن بگیم. هدف و منظور عشق به دست آوردن چیزی که شما میخواید نیست، بلکه انجام دادن کاری برای سعادت شخصی که دوستش دارید. پس اصلا عشق یعنی بخشش، عشق یعنی دادن. واقعیت اینه که وقتی ما کلام تایید آمیز دریافت میکنیم، ترغیب میشیم و تشویق میشیم که باز ما هم متقابلا کاری برای شخص متقابل انجام بدیم. این چیزیه که تو همه نکات ما دیدیم، هر کی که نیاز اون یکی رو برطرف کنه، ناخودآگاه در ترغیب میشه، تشویق میشه که اون هم نیاز شوهر یا خانومش رو برطرف بکنه. در مورد کلمات تشویق‌آمیز شجاع جان، شما مثلا که صحبت شما تموم شد. بله ببخشید عزیزان، چیزی که واقعا میتونه یه نفر رو بلند بکنه و عدمش، نبودنش، برعکسش میتونه ویران کننده باشه، کلام تشویق‌آمیز. یه شخصی میگفت اون سوختی که موتور انسان رو به حرکت در میاره تشویق، همون یا کلمات تایید‌آمیزه. واقعا ما با زبونمون میتونیم یه نفر رو آنچنان حالش رو جا بیاریم که تا مدت‌ها بوده و خسته نشه. باور کنید با دو کلمه میتونیم آنچنان لهش کنیم، از بینش ببریم که دیگه نتونه از جاش باشه. متاسفانه در فرهنگ ما این کلام تشویق خیلی کمه و افرادی رو میبینیم که سالیان سال یا تمام عمرشون اصلا تشویق نشدن، از نه از پدرشون، نه از مادرشون، نه در جامعه، نه از معلمشون. فقط ایراد گرفته شده، فقط تو سرشون زدن و فقط گفتن هیچی نمیشی، تو به هیچ دردی نمیخوری. و تمام فکر اونا هم این بوده، اونا هم بلد نبودن، نمیدونستن، فکر میکنن که اگه از بدبختی بترسونمشون اینا یه کاری میکنن که بدبخت نشن. گاهی وقتا در بعضی موارد ممکنه درست باشه، ولی انسان احتیاج به تشویق داره. در زبان انگلیسی تشویق به معنی ایجاد شهامته. میگه encourage، یعنی واقعا بهش این شهامت رو میدی که بره جلو و این تقویت میکنه افراد رو. البته باید در نظر بگیریم که تشویق به این معنی نیست که اگه یکی یک کاری خیلی خوب انجام میده بهش بگیم باریکلا، این تشویق نیست. در واقع داریم تاییدش میکنیم، میگیم اوکی این کاری که کردی خیلی خوب بود. تشویق پیدا کردن و دیدن اون پتانسیله، اون استعداد نهفته در شخصه، یا ما میبینیم یا خودش به نوعی داره حرفش رو میزنه و اون رو ما شکوفا میکنیم. اگه کسی میبینیم داره، مثلا یه نفر میگه آخ چقدر دلم میخواست من گیتار یاد بگیرم، تو جلسات خونگی که جمع میشیم الان مدت هاست ما سرودامون موزیک نداره، اگه میشد یکی بود به من میتونست گیتار یاد بده. خب این اون جرقه اولیه رو داره، اون گل شکوفه زده، حالا احتیاج به آبیاری داره، حالا احتیاج به یه خورشیدی داره که به این حرارت بده. من حالا میتونم تشویقش کنم، چرا که نه، عالیه، بیا نصف پول گیتار تو من میدم، میتونی، چرا که نه، چیت کمتر از دیگرانه، حالا که میخوای برو جلو. این اگه خدا تو دلت گذاشته برو، اینه تشویق. نه اینکه به یه نفر که هیچی از خودش نشون نمیده، ما هیچی توش نمیبینیم، هی بگیم دیالا ده پاشو پس چرا نمیکنی، این تشویق نیست. این بیشتر میزنیم تو کله طرف و تازه میگیم چی آقا من دارم تشویقت میکنم. پس عزیزان تشویق شعله ور میکنه اون آتش کوچولویی رو که هست، واقعا شکوفا میکنه اون جوونه‌ای که زده شده. ما اینو در شخص میبینیم و با کلام تشویق آمیز واقعا دیده شده در تاریخ، در کتاب ها نوشته شده چطور زندگی افراد عوض شده. فرصت ما خیلی کوتاه، من از خودم بگم و از دوستانم بگم، از کلیسای خودمون بگم که دو تا کلمه تشویق آمیز چطور افراد رو اصلا شغلشون رو عوض کرد. بله. چطور اصلا تونستن اینا به چه درجات بالایی رسیدن به خاطر تشویق یک نفر. البته برعکسش هم هست متاسفانه. بله متاسفانه. خوبه ما از خودمون شروع کنیم، اگر نشنیدیم
و میدونیم که چقدر مؤثر ما شروع کنیم تشویق کردن. ادب از کی آموختی؟ از بی‌ادبان. من بیشتر درس ها رو اینطوری یاد گرفتم. کلام مهرامیز، سخنان مهرامیز، نکته دیگه است. عزیزان، عشق مهربانی. اگر مهربانی در عشق نباشه، اسمش عشق نیست. پس اگر بخوایم با زبان ارتباط عاشقانه برقرار بکنیم، باید از سخنان مهرامیز استفاده بکنیم. که البته به شیوه صحبت ما ربط داره. ممکنه در جمله‌ای که به کار میبریم کلمات مهربان باشه، ولی لحن صدای ما مهربان نباشه. لحن صدا خیلی مهمه. مثلا به یکی بگیم دوستت دارم، ولی با یه لحن مهربون بگیم یا با یه لحن خشن بگیم، یا یه علامت سوال جلوش بذاریم یا یه علامت تعجب جلوی دوستت دارم بذاریم، زمین تا آسمون با دوستت دارم مهربان فرق میکنه. پس میدونیم که اگر با لطف و مهربانی جملات ما ادا بشه، به معنی ابراز عشقه. حتی گاهی وقتا کلمات پرمحبتی نیست. ممکنه بگیم من از تو رنجیدم برای این کاری که کردی، ولی وقتی با لحن مهربانی اینو میگیم، عشقمون رو ابراز میکنیم و طرف مقابل لذت میبره. وقتی میگیم که بابا باور کن دردم گرفت، من رنج کشیدم، ولی یعنی با یه حالت افتاده و مهربان. یعنی و واقعا من باز میخوام، اینو قبلا هم گفتم، لحن صحبت مهمه. نه واقعا کلماتی که به کار میبریم. شاید کلمات در حالت عادی هم یه خود توهین‌آمیز باشه. دقیقاً. اصلا طرف خوشش هم نیاد. نه کلمات مثلا، نه مثلا به یکی مثلا میگیم خر، این توهین آمیزه، ولی مثلا میگیم چطوری خر نازی کوچولو. واقعا با این لحن اون زشتی کلمه میشکنه. و شاید ما میخوایم واقعا محبتمون اینجوری نشون بدیم. البته خر حیوان محترمیه، من خیلی دوستش دارم. بله، خیلی هم خاصیت داره، خیلی هم چشمای قشنگی داره. پس خیلی چیزا، مثلا اگه با لحن عصبانی بگیم امشب سطل آشغالو میبرم، فایده نداره. میتونیم این کارو بکنیم، ولی با یه لحن به عنوان ابراز عشق تلقی نمیشه. اگه با عصبانیت بگیم خیلی خوب این کارو میکنم، و اصلا اون کار دیگه ارزش نداره. ما حتی میتونیم، پس گفتیم، رنجشمون و خشممون و دردمون رو به طوری مهرامیز بیان کنیم و کلامی محبت آمیز همراه با عشق تلقی بشه. پس شیوه صحبت کردن ما مهمه، کلماتی هم که به کار میبریم مهمه، ولی لحن میبایستی مهربان باشه. جست و اون سلیمان بدن. دقیقاً سلیمان حکیم میگه که جواب نرم خشم رو برمیگردانه یا خشم رو دور میکنه. این جواب نرم، این سخنان مهربان چقدر مهمه. و اگه همسری عصبانی داره حرفای خشن دروش با داد و فریاد رو شما عصبانیتش رو خالی میکنه، با صدای ملایم و آرام اگه صحبت بکنیم اون وقتی که خشمشو دور میکنیم. بارها من دیدم، من واقعا شاهد بودم و یا حتی امتحان کردم و دیدم اصلا یک دفعه تمام این خشم ریخت، تمامش اومد پایین، چون فقط دو کلمه، یه جمله مهربان نرم شنید، خشم از این شخص دور شد. برعکسش هم هست. سلیمان حکیم اون رو هم میگه که میگه جواب تند غیظ رو به هیجان به هیجان میاره. دقیقا، بله واقعا. پس خیلی مهمه که اگر واقعا اونطور رفتار کنیم، اونش بالغانه نیست. ما خیلی داریم راجع به عشق بالغ صحبت میکنیم. عشق حساب خطاها رو نگه نمیداره. ما گذشته رو نمیتونیم پاک کنیم. تو گذشته ممکنه خیلی جریحه دار کردیم همدیگر رو، ولی میتونیم تقاضای بخشش بکنیم. بخشش طرف مقابل صمیمیت و نزدیکی رو به ارمغان میاره تو زندگی های ما. بخشش راه عشقه. ولی مدام خطاهای گذشته رو به رخ کشیدن زندگی حال رو خراب میکنه. پس نذاریم گذشته زندگی حال رو خراب بکنه. ما میتونیم انتخاب بکنیم امروز آزاد از خطاهای گذشتمون زندگی بکنیم یا نه، اسیر گذشتمون باقی بمونیم. پس میبینیم که بخشش واقعا یک نوع احساس نیست، یک تعهده. من تعهد میکنم که ببخشم چون دوستت دارم. و میتونیم اینطور رحم و شفقتمون رو نسبت به همدیگه ابراز کنیم، نشون بدیم. و میبینیم که بخشش یکی از مظاهر عشقه. اینو در مسیحیت به زیباترین وجه میبینیم که مظهر عشق خدا به بشر بخششش بود. بخششی که بر روی صلیب برای همه ما برمغان آورد. با وجودی که هنوز، یعنی داریم میگیم با وجودی که هنوز احساس رنجش میکنم، ولی اجازه نمیدم چیزی بین من و تو و عشق ما جدایی بندازه.
این یک تعهده. من دوست دارم، به تو توجه دارم و میخوام تو رو ببخشم. این خیلی مهمه. این کلمات تاییدآمیزی هستن که به زبان مهر و محبت ادا شده. بله، در فرصت کوتاهی که داریم من یه زبون دیگه هم میخوام بهتون بگم. اون کلمات خیلی ملایمه، کلمات فروتنانه است. کسی که عاشق تقاضا میکنه، دستور نمیده. کسی که عاشقه میگه لطفاً اگه ممکنه این کارو برای من انجام بدید. دستور نمیده که بگه این کارو حتما انجام بده. اون یه دیکتاتوره، اون دیگه عاشق نیست. کسی که عاشقه با این تقاضا یک حق انتخاب میده به طرف مقابل، میگه خواهش میکنم ممکنه لطفاً این کارو انجام بدید و این حق انتخاب رو به طرف مقابل میده و طرف مقابل در خودش این احساس رو داره من با ارزشم، من حق انتخاب دارم، حالا تفکر من مهمه، تصمیم من مهمه، احساس من مهمه، حالا من میتونم تصمیم بگیرم انجام بدم یا نه. ولی اگه دستور باشه، امر و نهی باشه، دیکتاتوریه و به هیچ عنوان بنا کننده نیست و از عشق بدوره. عشق تقاضا میکنه و دستور نمیده، حکم نمیکنه. عزیزان، وقت ما به پایان رسیده، صحبت های ما ادامه داره. ما در برنامه آینده در مورد چی صحبت خواهیم کرد؟ در مورد وقتی برای او، زمانی برای همسرمون، وقتی که میخوایم براش بگذاریم. تا اون موقع شما رو به دستای خدای زنده میسپارم. خدا نگهدار تک تک شما. خدا نگهدارتون عزیزم.